قاسم سلام. به امروز یاد قاسم عزیز سلام. سلام 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 عزیز. خوبه قربانه نسیم. آقا من اومده بودم در مورد همین پاسکال ویجری که دوستمون گفته بود یه نظری فقط بدم و برم. اینا خدا رو چی فرض کردم؟ مثلا خدا اینقدر نمیدونم حالوه، مثلا نمیفهمه دارن سرش کلا میذارن. تو که ما قبولت نداریم حالا، ولی محض اطمینان جهنم و ضرر دیگه، حالا تو هم هستی. مثلا من اگه خدا بودم، من اگه خدا بودم قبل آتئیستا اینا رو میفرستادم جهنم. من نشستم با آتئیستا یه صحبتی میکردم، اینم حرف حسابشون چیه؟ اون که هیچی، اون که رفته جهنم. خودش گفته من خیر الماکرین هم، شما بخوایی سلام کلا بذارین، اصلا حرفش منطقی نیستش. یعنی هر جور حساب کنی کلا برداریه. بعد یکی از دوستانم گفته بود که در مورد سقط جنین صحبت کنین. من نمیدونم الان خیلی صحبت شد در مورد اخلاقی بودن سقط جنین، اگه میخوای صحبتی بکن. من چون اختلاف نظرم هیچ اشکال نداره، من اختلاف نظر با آرمین چون ندارم، فکر میکنم که بحثی صورت نمیگیره. اگه کسی موافق هست بیاد بالا بهتره. حالا آشنوان میگه عکسش ترسناک واسه من. اتفاقا من دلیل اینکه عکس انتخاب کردم، به نظرم بامزه بود که انتخاب کردم. آقای گلن یه بار میگفت عکس ترسناک، آقا این عکس چه ترسناکی داره گربه بین خوبی. این یه چیزی هم هست، این نشون میده چقدر احساسات آدم فرق میکنه تو قضاوت کردن. یعنی یه سری معیارها باید باشه من برای قضاوت کردن. من در برای سخت جنین فقط یه چیز سری بگم. من یه چیزی رو تو برنامه قبل خیلی میگفتم ولی اشتباه گفتم. من میگفتم خودآگاهی، در صورتی که چیزی که من میخواستم در برش صحبت کنم سلف اورنس بود. مثل اینکه تو فارسی خودآگاهی میشه کانشسنس، سلف اورنس میشه خیشتن آگاهی. من همیشه فکر میکردم ترجمه سلف اورنس میشه خودآگاهی، برای اینکه خود آگاه دیگه. بعد نه، مثل اینکه در خب نه، consciousness میشه خودآگاهی، self awareness میشه خیشتن آگاهی. این ترجمه عجب غریب فارسی. حالا خود با خیشتن چقدر تفاوت داره؟ من میگم اینا یه مشکل برای کلمات نه اینا فرق اینا خب یه همچین مشکلی اتفاق افتاده که consciousness رو تو فارسی آوردن کردن خودآگاهی. خب بلکه مجبور شدن حالا دیگه self awareness رو خواستن بیان فارسی ترجمه کنن، دیدن خب سلف اورنس میشه خودآگاهی، ما خودآگاهی رو کردیم یه چیز دیگه، برای همین مجبور شدن یه چیز دیگه بسازن برای سلف اورنس، مجبور شدن خیشتن آگاهی رو بسازن برای سلف اورنس. خب پس اینا متفرقه. بس سر اینکه خود خیشتن جفتش یه معنی میده. نه حالا کانشس مایند میشه ضمیر خودآگاه. بذارین من برم سر سخت جنین. می‌خواستیم امروز سخت جنین صحبت کنیم. اینا فرق داره تو فارسی. خودآگاهی و خیشتن آگاهی فرق داره. خب من چیزی که میخواستم بگم اینه که یک جنین چون خیشتن آگاه نیست، کشتنش هیچ اشکالی نداره. خب هیچ اشکالی نداره، هر موقع تا وقتی که مادر ناراحت شه، تا وقتی که مادرش ناراحت نخواد. تو دو روز قبل زایمان چی؟ تا یه روز هم اشکال نداره به نظر من. تا وقتی که جنین درد نکشه، خب انسان باشه که باشه، تا وقتی که جنین درد نکشه، نمیدونم جنین باید درد نکشه به نظر من. نمیدونم درد میکنه نه، ولی نمیدونم حالا باید مطالعه کنم ببینم چه هست. خب تو نمیدونی، من میدونم آگاهی یا خیشتن آگاهی داره. آها این میشه مغالطه. بگم من ندادی، فقط گفتی من میدونم. شوخی کردم. شوخی میدونم، من شوخی کردم. ببین این الان مبادت هایی که میگی خیلی خوبه، مثل همین مثالی که الان زدی برای داروی گیاهی، مثال کاربردی هم برای بقیه هم بزنی خیلی خوبه که تو زندگی عادی هم بتونن استفاده کنن. اینکه صرفا تعریف یک مغالطه رو بدونن خب فایده نداره. درست. بشه یک مثال ملموس بزنی خیلی بهتر میشه. آره مثلا هشیش هم طبیعیه. نه حالا طبیعی بودن که خب مگه بعد زهر مار مثلا گفتی خب زهر مار میشه استفاده دارو کرد؟ مگه نمیکنن؟ حالا هر چی طبیعی بخوری که ببینی خوبه یا بد که. درست روش استفادهش فرق میکنه. درست صرف طبیعی مثلا بودن خوبه بد نیست.
راستی دیروز هم یه دو تا سوال ازم تو لایو چت پرسیده بودی، سکیلر جادیس من سر کار بودم، می‌خواستم بگم اگه واسه چیزی پرسیدی جواب ندادم من سر کارم بودم، مثلا سر شلو شد. خب اشکال داره. قاسم صحبت دیگه سوال دیگه داری یا بریم سراغ؟ من سوال خاصی ندارم، من میرم تو لایو چت اینجا بیشتر خوش می‌گذره. باشه باشه بیایم بالا اگه وقت بود دوباره بیا بالا. حالا اگه کسی چیزی گفت تحریکمون کرد میایم بالا. باشه باشه عالی عالی.